درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 13 از ماه ژانویه. در روزهای جمعه مدت یک ساعت خدمت شما دوستان بزرگواران هستم. اجازه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانیم هر میشود که، و بعد در باب آقای رفسنجانی و طرفداران آقای رفسنجانی صحبت میکنیم، ببینیم درد ما مردم چیست واقعا. بله، میفرماید: چشمت چو تیغ غمزه خونخوار برگرفت، تا عقل و هوش خلق به یک بار برگرفت. عاشق ز سوز درد تو فریاد در نهاد، مؤمن ز دست عشق تو زنار برگرفت. عشقت بنای عقل به کلی خراب کرد، جورت در امید به یک بار برگرفت. شوری ز وصف روی تو در خانقه فتاد، صوفی طریق خانه خمار برگرفت. با هر که مشورت کنم از جور اون سنم، گوید ببایدت دل از این کار برگرفت. دل بر توانم از سر و جان برگرفت، و چشم نتوانم از مشاهده یار برگرفت. سعدی به خفیه خون جگر خورد بارها، این بار پرده از سر اسرار برگرفت. خدمت شما عرض کنم یک خائن جنایتکار در مملکت ما مرده، و اون هاشمی رفسنجانی بوده است. و دیدیم که میگویند 2 میلیون نفر، من نمیدونم چند نفر، آمدن که آخرین دیدار رو از این جنایتکار به عمل بیاورن. حالا اینجا در اینجا ما بایستی مردم رو تقسیم بندی بکنیم، طبقات رو، که چه کسانی ممکن است آمده باشند برای آخرین وداع آقای رفسنجان. یک عده مردمانی هستن جیره خور این رژیم هستن، برای همون 40,000 تومان تا پتلپورت به قول دوستان میدون. اینا کنار، یا مردم جاهل هستن. این جهالت و این بیچارگی و ادبار هم برگردن دیکتاتور هاست. یعنی 100 سال از قریب 100 سال است که این دیکتاتور ها بر ما حکومت میکنن. هنوز با استاندارد بین المللی حساب کنیم 80% مردم ایران بیسواد هست. بنابراین از به جاهل حرج نیست. یک عده هم هستن که جاهل نیستن اما پرنسیپ ندارن. دوستان، آقا این پرنسیپ مهمترین اصله. پرنسیپ یعنی این که شما این فضیلت‌های اخلاقی رو روش معامله نمی کنید. یک جا نمی توانید خادم باشید، یک جا خائن باشید. این بی پرنسیپ بودن بدترین درده و بدترین رذیلت. اگر شما خداوند علم باشید و پرنسیپ نداشته باشید، علم شما هم یک ذره ارزش نداره. ما معدود آدم ها دیدیم در سیاست ایران که صاحب پرنسیپ باشن. من یک محمد تقی فراهانی میشناسم، یک محمد مصدق، اینا پرنسیپ داشتن. از پرنسیپ هاشون یک ذره تخطی نکرد، به خاطر همینم ماندگار شد. فرض میکنیم این آقای رفسنجانی یک نفر رو کشته، فرض میکنیم این 100 دلار دزدیده، فرض میکنیم که اندک خیانتی کرده. حالا من خیانتاش و جنایتاش هم خدمتتون عرض خواهم کرد. اون کسی که پرنسیپ داره، بله بفرمایید. ببینید، این حکم روزنبرگ رو داشت، آلفرد روزنبرگ، برای هیتلر. نزدیکترین کس به همون آقای خمینی همین آقای رفسنجانی بود. وقتی شما که قلم به دست هستید، مثلا متفکر هستید، اینها برای رفسنجانی به سر میکوبی، خواهش میکنم روزنبرگ رو نشون بدید. داره این آقا آلفرد روزنبرگ، فیلسوف مشهور نازی، که اساس تئوری ناتزیسم رو این آقا ریخت، و بعد طرح برکشیدن نژاد آلمانی، نژاد آریایی، و طرح قتل عام یهودیان رو
آقای آلفر روزنبرگر کتاب نوشت در این زمینه. این ادوایزر شماره یک که هیتلر بود و در دادگاه نورنبرگ هم به اعدام محکوم شد و به دار کشیده شد. رفسنجانی همین شغل رو داشت و همین صفت رو داشت در کنار خمینی. وقتی که شما از رفسنجانی تعریف میکنید و از رفسنجانی نمیدونم توصیف جمال رفسنجانی رو میکنید، در واقع معنیش آن است که شما پرنسیپ ندارید. اشکالی ندارد که رفسنجانی دزدی کرده، اشکالی ندارد که آدم کشی کرده. پرونده جنایی رفسنجانی از دادگاه میکونوس در جرمنی هست تا آرژانتی. این نشان میدهد که آدم بی پرنسیب اگر در موضع رفسنجانی قرار بگیره، هم خودش دزدی میکنه، هم خودش آدم کشی میکنه، هم خیانت میکنه. این برداشت منه از آقایانی که میگوین این آقا پرگماتیک بود و این آقا نمیدونم که لیبرال بود و من تعجب میکنم واقعا. اولین خیانتی که این آخوندها کردن و یکی از مهره‌های اصلش این بود، سرقت انقلاب ایران بوده. در آرزوی آزادی ملت میسوخت. آقا چیزی کم نداشت مردم، یعنی از لحاظ مادی چیزی کم نداشتن، بسیار خوشحالم بودن. مسافرت مسافرت، خط هوایی تراز اول، هواپیماها 747 SP، در هواپیما شمپین هم میدادن. هر کجا میخوایی برو، هر چه میخوایی بخور، هر کاری دلت میخواد بکن، ولی در کار سیاست نباش. همین مردم رو خفه کرده بود. در آرزوی آزادی این ملت 130 ساله داره میسوزه. وقتی که در واقع انقلاب شد، تا اندک مدتی که چند روز بیشتر نشد، میگوین 34 روز بیشتر نشد، شما از این تلویزیون، حالا شما که شاهد بودید که بهتر از من میدونید، ولی یک از تلویزیون نگاه میکردید به مردم، یک شور و نشاطی از جبین ملت بزرگ ساطع بود که واقعا انسان حس سرفرازی میکرد. ما هم که اینجا بودیم حس آزادی میکردیم. قرار بر چه بود؟ قرار بر این بود که مجلس ملی تشکیل بشود، مجلس مؤسسان. اولین قدم برای سرقت انقلاب و مسلط کردن یک مشت آخوند نافهم جنایتکار طماع از اونجا شد که این مجلس مؤسسان تبدیل شد به، عرض میکنم که، مجلس خبرگان. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما خبره ایم یا خبره ایم در امر اسلام. استدلالم این است که این انقلاب انقلاب اسلامی بوده، بنابراین کسانی که بایستی حکومت رو در دست بگیرن اسلامیون باشن. اسلامیون چه کسانی؟ متخصص هستن. خب مسلمان که همه هستن، متخصص ما آخوندها هستیم. و این رفسنجانی در این کار دست داشته. غیر از این هست و این تنها کسی بوده که در کنار خمینی میرفته و خمینی به سخنان این گوش فرا میداده. بقیه برابر اطلاعاتی که بنده دارم و اینجا و اونجا از این مقالات ایرانیان و خارجی ها دریافتم، این تنها کسی بوده که میرفته و عقایدش رو به خمینی هم تحمیل میکرده، گفته آقا اینطور نیست، اینطور هست. این آقا در قتل عام‌ها که شد دست داشت. قتل کردها، قتل مجاهدین، قتل بهائیان، این آقای رفسنجانی دست داشته در همه این قتل‌ها. در موضوع در واقع صادر کردن ترور از ایران به بیرون از کاکایکجر، در همه اینها این آقا دست داشته. در دادگاه میکونوس این آقا محکوم شده. اینقدر هست که با دادن باج‌ها و اینا گفتن آقا، حالا اسما اینا رو نگویید، ولی عناوینی که گفتن عنوان رفسنجانی بر صدر بود. یعنی این آقا پاش برسه به آلمان یا برسه به اروپا، پلیس بین الملل به خاطر جنایت این آقا رو دستگیر خواهند کرد. باشم از ایران بیرون نمیذاره. یعنی کار ما انقدر به ادبار کشیده که از کسی که دستش به خون ملت آلوده است بنشینیم اینجا عرض میکنم که سخن پردازی کنی.
در بمبگذاری آرژانتین دست این آقا بوده. در یک سخنرانی میگوید ما بایستی این مجاهدین رو بکشیم، دست و پاهاشون برعکس ببریم، دار بکشیم و اینها رو از جامعه جدا کنیم. اگر ما اون روز اول 200 نفر از اینها نمی کشتیم، اگر 200 نفر از اینها می کشتیم کار ما به اینجا نمی رسید. حالا مجبوریم هزارها نفر بکشیم. روزنامه اطلاعات اکتبر 1982 یا 81 این سخنرانی آقا بوده. فساد مالی که به این آقا منتسب هست به هیچ یک از این سران رژیم منتسب نیست. یک زمانی خود این رفسنجانی یک جا میگوید که من بی پول بودم، از فرط بیچارگی رفتم نمیدونم کتاب ترجمه کردم، یک کتاب ترجمه، بله کتاب ترجمه کردم، نمیدونم چه کردم که پولی به دست بیارم. و وقتی میمرد یکی از ثروتمندترین آدم های دنیا بود، اما با زیشلواری مینشست در همون منزلی که پیش از انقلاب داشت. در اونجا خبرنگارا میگفت که بیان فیلمی از ما بگیرید که بگن ما همون زاهدی هستیم که مینماییم. داستان رفسنجانی در واقع به سوی ملت گراییدن رفسنجانی از زمانی شد که او رو کنار گذاشته. یعنی علی خامنه ای ساخته همین خود رفسنجانی بود. خودش گفت که من وقتی از مشهد این آقا را آوردم و معرفی کردم به شورای انقلاب و اینها، گفتن به ما ایرادها گرفتن که آقا این آقا کیست شما برداشتی آورد اینجا. و همین آقا من نشست به دروغ گفت که من بودم که امام گفت این بعد از من این رهبر باشه یا همچین چنین چیزی. من فیلمش هم هست، شما فکر میکنم همه دیده باشید. آقا رو به تخت نشان، در واقع همین آقا، به گمان این که خود او هم با قدرت خواهد بود و به قول این جایی میگن کینگ میکر. ولی آقای خامنه ای به مزگی به قدرت رسید، این آقا رو کنار زد. دیکتاتور تحمل نمی کنه نفر دومی در قدرت. بعد این آقا از اجبار، از در واقع این که دیگه چاره ای نداشت، چاره ای نداشت، یک چیزهایی بگوید که حداقل عده‌ای رو فریب بدهد. این آقا رئیس مجمع صلاحیت نظام، حفظ نظام، مصلحت نظام. مصلحت نظام در چیست؟ مصلحت نظام در این است که مردم رو خفه بکنن، آزادی خواهان رو زندان بکنن، اگه میتوانند بکشن. مصلحت نظام در این است که در واقع یک رویه تهاجمی بگیرد، طوری که گرفته است که کسی به فکر براندازی رژیم نباشد. از عراق تا لبنان ثروت مردم بیچاره ایران به دست تروریستای لبنانی برسد یا آدمکشان سوری برسد یا فلسطینی ها. این رویه تهاجمی رژیم بوده. از ابتدا تا به امروز. و آقای رفسنجانی در همه این جنایات دست داشت. پسر این آقا، ما هر چه دیدیم آقا، در واقع فلان ساختمان در برزیل، فلان نمیدونم ساختمان در کانادا، خانواده رفسنجانی، اینا یک مشت آخوند بودند. یک گزارش تهیه کرده بود یکی از این نشریات ایران که هنوز هست، که اینها 5 نفری دستشون میرفت در دریای کاسه. از کجا آمد این همه ثروت؟ از جیب ملت. حالا اگر کسانی داخل ایران باشند، عرض میکنم که نادان باشند یا ندانند جریان چه هست و این رفسنجانی را موهبتی بدانند، به جهت اینکه این آقا آمد در این 2 سال اخیر 2-3 کلمه حرفی زد، یکیش این که
نقل قول کرد از یک آخوند نمیدونم چند صد سال پیش، چند هزار سال پیش، که بله اگر مردم ما را نخواهند ما باید برویم. اما هنوز در این نظام پوسیده و جنایتکار جمهوری اسلامی این آقا شغل مهم داشت. در واقع شخصیت درجه دو رژیم آقای رفسنجانی بود. با همه خشم و خروشی که آقای خامنه‌ای نسبت به این آقا داشت و این شده بود مثلا رهبر اصلاح طلبان. یکی از شاگردانش همین روحانی. از روزگاری که این آقا اومده اعدام ها بیشتر شده. در همین ژانویه که همه سال نو رو به هم تبریک گفتن، روز سوم ژانویه تعداد اعدام بود، روزی چهارم ژانویه تعداد اعدام بود و مجموع اعدام ها در زمان این آقا فزونی گرفت. این شاگرد آقای رفسنجانی است، یعنی پشتیبان ایشون آقای رفسنجانی. وقتی که خودش رو به قول اینجا دیسکوالیفای کرد آقای رهبر که این در واقع جریانات ریاست جمهور شرکت نکنند، شاگردش رو آورد همین آقای روحانی. یعنی ما از فرط بیچارگی آویزان شدیم به لطف و مرحمت آدمای مثل رفسنجانی. این مایه ننگ واقعا. گو آقا از پس اینها بر نمی آیید با اینها دشمنانه زندگی کنید، و از پس کلاغ ها بر نمی آیید با اینها دشمنانه زندگی کنید، نه که بنشینیم اینجا و مداهی رفسنجانی بکنیم. با یه دوستی صحبت میکردم بعد از ظهر، کجا رفت اون جهانبینی ایرانی، کجا رفت اون آمال بزرگ آزادی، کجا رفتن اون مردان بزرگ که برای این ملت دل میسوزانیدن و در واقع جهانبین بودن اما ایرانی میاندیشیدن. در همون عصر مشروطه که شاید 95% مردم بیسواد، اما فرزانگان بودن، الیت ایران دوست بودن. بعض مقالات رو من میخونم تعجب میکنم واقعا. یه آدمی که از ابتدا در جمیع جنایات این دست داشته و در جمیع مفاسد رژیم این آقا دست داشته، حالا مورد مدح در واقع عناصر اپوزیسیون خارج کشور که ادعای فرهیختگی و فرزانگی هم دارن قرار گرفته. من از این یکی متحیرم. مثل این که فرض کنید در روزگار آلمان نازی اون کسانی که از دست آلمان ها گریخته بودند و آمریکا یا انگلیس پناهنده شده بودند، آقا در رسای رودولف هس یا روزنبرگ بنشینن مقاله بنویسن. آقا این عین همونه، هیچ فرقی نمیکنه. اینها هست و نیست ملت رو خوردن، به هیچ چیز رحم نکردن و از فرط فساد به جایی رسیده که یک رکورد هست در تاریخ سیاسی جهان. گفت صدها چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خشیزه. بدید من خواهش کنم سپهر گرامی یک موسیقی هم پخش کنن، میدویم برمیگردیم خدمت شما. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. یک
نکته که بایستی بهش توجه کرد این هست که این آقای رفسنجانی یک موضعی گرفته بود علی ظاهر مثلا ملی، و وقتی که این آقا مرده این تجمعی که شد در واقع میشود نفی رژیم حاکم رو ازش استنتاج کرد. حالا بیرون از همین داستانهایی که جیره خوران میارند و غیره، اینها رو بایستی به حساب یک پروتست گذاشت، نه به اعتبار رفسنجانی. همونطور که این آقای سید محمد خاتمی که اصلا مردم ایرانی آقا رو نمیشناختن، مطلقاً که خودش گفته بود که آقا حالا ما هم بریم بالاخره 300-400 هزار تا رأی میآوریم تا به این آقایان بگوییم شما 300-400 هزار نفر مخالف دارید. اما ناگهان دیدیم که چه استقبالی شد از این آقا. این برای شخص آقای خاتمی نبود، این برای این بود که آقا شما ملایان رو ما نفی میکنیم، ما حکومت شما رو نمیخوایم. این نکته رو فراموش نکنیم. بعد برمیگردیم سر این آقای رفسنجانی، جوانی که اینجا نشسته که نام نمیبرم، در جنگ بوده. گفتن که آقا در 3 خرداد 61 خرمشهر رو پس گرفتن ایرانی. عربستان سعودی پیشنهاد کرد که آقا صلح بشه و مبلغ خیلی بالایی که بعد البته سیستر شد میدادن به ایران به خاطر خسارت که صلح برقرار بشه. همین آقای رفسنجانی یک زمانی میدونی که فرمانده کل قوا بود از طرف خمینی، گفت جنگ باید ادامه پیدا کنه، جنگ باید ادامه پیدا کنه، و سبب تداوم جنگ شد. خمینی رو هم مشهور است که این آقا متقاعد کرد به ادامه جنگ تا گرفتن نمیدونم کربلا، راه قدس از کربلا، از این حرفا. 6 سال چندین ده هزار نفر جوانان ایرانی کشته شدن به خاطر سیاست همین آقای رفسنجانی. حالا ما نشستیم اینجا و میگوییم که این آقا از دهن آمریکایی‌ها گرفتیم در واقع. پرگماتیک. آقا چه پرگماتیکی؟ یه آخوندی بود از قبیله آخوندها. دو سه تا شعار داد. منتها از نبودن حزب، نبودن لیدر ملی، نبودن سازمان و تشکیلات سیاسی، مردم مجبور هستن یک وجودی از خودشون نشون بدن که ما هستیم. به حساب رفسنجانی میزن. پرونده سیاه اینها رو تاریخ دریافته و بعد نام اونها و جای اونها همونطوری که شایسته اونهاست در تاریخ مملکت باقی خواهد ماند. وقتی که سلطان مسعود آمد و حسنک وزیر رو گفت بدار بکشن، اون وزیر اعظم گفت آقا کشتن این مرد یک لکه ننگی خواهد بود بر پیشانی این پادشاهی، و مردمان همیشه خواهند گفت که این کار در زمان شما اتفاق افتاد. اما هرگز دیکتاتورها توجه به این کار ندارن. آخر رو میبینن، آخر رو که نمیبینن. یک نامه جعلی درست کرد، یک فرستاده جعلی درست کردن که از جانب خلیفه آمده به دروغ، و بعد یک نامه هم نوشت. بیچاره حسنک گفته بود که اگر این سلطانشون طرفدار اون محمد بود، پسر دیگر سلطان محمود، و گفت اگر این مسعود به سلطنت رسید حسنک رو دار باید کردن، به دار باید کردن. گفت شما خودت گفتی و خودت خواستی و به دار کشید. اما تاریخ جای اون سلطان مسعود رو معین کرده، جای حسنک وزیر هم معلوم شده، و وقایع دیگر تا برسیم به امروز. آدم های مثل رفسنجانی در تاریخ این مملکت شما فکر میکنید که به خوشنامی خواهند بود؟
این یکی از مؤثرترین آدم ها بوده در این رژیمی که رژیم جهل و فساد و جنایت. حالا میگوییم پرگماتیک بود، این آقا نمچه بود، لیبرال بود. سپاه پاسداران را هم این آقا مسلط کرد به مردم ایران. کنتراتای اول دست این آقا بود. خودش هم آمد گفت ما گفتیم آقا ما فکر نمی کردیم اینها بیان به همه مملکت هم رضایت ندهند و بیشتر بخواهند. ما گفتیم اینها تشکیلات دارن و ماشینالات دارن، دو تا جاده بدیم دست اینها جاده سازی کنن. رفته رفته ای آمدن کنتراتی شدن. در تمام جنایت های رژیم این آقا مهره مؤثری بوده. و حالا تازه من دیدم که می نویسن که مرگ نابهنگام رفسنجانی، خدا پدر همه ما رو بیامرزه. آقا چه چند سال قراره یه آخوند عمر کنه؟ عادت کردیم به آخوندهای 100 ساله و 120 ساله فکر کنیم این نوجوان بوده. این از اون کفتارهای 82 ساله بوده دیگه. چه نابهنگامی؟ نه، مرگ نابهنگام آقای رفسنجانی. باقی پسته داشت. همه پسته ایران به اندازه درآمد یکی دو روز این آخونده نیست. کدوم پسته؟ ما هرچی داریم از کشاورزی باقی پسته داریم در رفسنجان. اینم داستان عرض میکنم که وضعیت ما و روشنفکرانمون و نبود پرنسیپ. این پرنسیپ اگر نباشد نه کسی میتواند معلم خوبی باشد، نه کسی میتواند نظامی خوبی باشد، نه کسی میتواند سیاسی درستی باشد. چطور میشود یک آدمی که از ابتدا در واقع تثبیت این حکومت مهره اصلی بوده نشست اینجا و ادعای آزادی خواهی کرد و تمجید او کرد؟ اون هیئت مرگ را هم من امروز بعد از ظهر در یک مقاله دیدم. اون هیئت مرگی که اینا تعیین کردن و به زندان ها فرستادن و گفتن آقا بر سر موضع هستی، میگفت بله، جوان مغرور انقلاب شده. بچه های ایران بودن اینا. بفرمایید طرف چپ، یکیش حالا یکی از بزرگترین آقای پور محمدی، یکی از بزرگترین مقام های قضایی کشور دست این آقاست که نه تنها باطنش آدم خوره، ظاهرش هم آدم وحشت میکنه. نگاه کن. بله، رئیسی اون، اشراقی اون یکی. این هم از این داستان. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. عرض میکنم خدمتتون که اخبار داخل آمریکا شگفت انگیزه. شامسکی گفته است در 200,000 سال گذشته تاریخ انسان همچین اتفاقی نیفتاد. اتفاق یعنی چی؟ یعنی آدمی مثل دونالد ترامپ رو بیاورن یه عده انتخاب کنن برای رهبری. حالا چامسکی چه دیده؟ ببینید اون چه دیده از این داستان. ماجرای روسوفیل بودن ایشان داره یک وجه دیگری به خودش میگیره و اون این که یکی از ثروتمندان آمریکا میآید و یک مأمور کارکشته MI6 انگلیس رو استخدام میکند، ببیند که مناسبات آقای ترامپ چه بوده به لحاظ داد و ستدهای اقتصادی پولی در روسیه، چه ارتباطاتی داشته و پروندهش خلاصه در روسیه چه بوده. و این کشف میکنند که البته هنوز 100% تایید نشده، اما مقامات امنیتی بر این باورند که خبر صحیح است.
در هتل ریتز در مسکو، در همون اتاقی که آقای اوباما اونجا بودن و خانومشون، متهم میکنن. این اسنادشون میداد که آقای ترامپ در اونجا بوده و گولد شاور گرفته، یعنی دوش طلایی. حالا دیگه من وارد جزئیاتش نمیشم چون داستان قد فرومایه که نمیشه راجبش هم صحبت کرد با روسپیان، و اسنادش در دست پوتین. اینا آمدن ابتدا با آقای مکن دادن، مکن رئیس اف بی آی رو صدا کرده داده، و بعد هم همین گزارش رو با آقای اوباما دادن و با آقای ترامپ دادن و آقای وایس پرزیدنت بایدن که یکی از بزرگترین مدال ها رو پیروز یا پریروز از دست رئیس جمهور گرفت، که فقط دو نفری دیگر این مدال رو گرفته بودن، یکی پوپ بوده یکی جنرال پاور، ایشون هم دیده. و البته اینا خیلی جدی نگرفتن که خب یعنی چه این داستان. و خود آقای ترامپ که آمده و تکذیب کرده که این همه داستان ها دروغ است. و یکی از عیوب مهم آقای ترامپ اینه که اول قضاوت میکنه بعد میره تحقیق میکنه. یعنی سی ان ان که آمد و این داستان رو ابتدا گزارش کرد، وقتی خبرنگار از این سوال میکرد گفت شما توهین کرد به سی ان ان، در حالی که بعد معلوم شد که سی ان ان گناهی نداشته و خبر رو از امنیتی ها گرفته بوده. و وای به روزگار آینده عرض میکنم که این کشور و داستان آزادی قلم و بیان و مصاحبه با رئیس جمهور که به هر صورت وضعیت عادی نیست. تعداد کسانی که وحشت کردن، چون آقای اوباما یک کسی ممکن است درد این سناتورها را نداند که چرا اینها با هر چه اوباما میکرد مخالفت میکرد، کارهای خوبش را هم بد میدید. اینا ظاهرا با سیاست مخالفت میکردن، اما باطن اینها رو بنگرید، این نظر مخلص است. اینها تحمل نمیکردن که یک نفر سیاه پوست در کاخ سفید برود و رئیس جمهور بشه. یک جوکی هم رایج بود بین آمریکا چند سال پیش که آقای جسی جکسون که از یاران نزدیک دکتر کینگ بود و وقتی که تیر به گردن مارتین لوتر کینگ زدن در اون بالکن، این آقا حضور داشت. جسی جکسون خودش رو کاندیدای رئیس جمهوری کرد اما نشد. میگفتن که یه وقت این جسی جکسون رفت روی پشت بام، این جوک ها زمینه که جوک هستن، از روانشناسی و فکریه مردم حکایت ها دارن. رفت روی پشت بام گفت ای خدا، میشه که یک روزی یک خانم رئیس جمهور بشه؟ خدا گفت بله جسی، میسر هست، اما نه در روزگار تو. بعد جسی گفت خدایا میشود که یه روزی سیاه پوست رئیس جمهور بشه؟ گفت بله جسی، اما نه در روزگار من. یعنی خدا گفت تا من هستم نه. یعنی یه همچین داستان ها سال 1960 مثلا، اتوبوس های سیاه جدا، اتوبوس های سفید جدا، سگرگیشن. و هنوز گرچه قانون شده این داستان که برابری حقوق بیرون از قضیه دین و قضیه رنگ پوست و اینها، اما درون آدم ها که نمیشود عوض کرد. اینا دردشان یه بود، این آقایون سناتورا نمیتونن تحمل کنن یک سیاه پوست در کاخ سفید. بنابراین کارهای خوبی هم که ارائه میکرد که این قانون بشه، اینا یک سر مخالفت میکرد. اینم مجبور میشد که از اگزیکیتیو پاور استفاده کنه. شما میدونید که اینجا جدایی قوا هست، سپریشن آف پاور. این داستان سپریشن آف پاور اندیشه فوق العاده بوده
که از قرن اوائل قرن 16 هم عرض کنم که به میدان آمده و در اون روزگار یک متفکر انگلیسی که در واقع فیلسوف سیاسی بود میگفت دموکراسی، میگفت که بزرگترین موهبت الهی این است که مردم بتوانند رأی بدهند و این رأی دادن و حکومت دموکراسی یک پدیده الهی است. خب در روزگار هنوز روزگار چرچ بود و همه چیز در واقع به خداوند و اینها مربوط میشد. تا عرض میکنم که ما میرسیم به مونتسکیو و روح القوانین. در کتاب روح القوانین این داستان separation of powers یعنی جدایی قدرت ها، استقلال قدرت ها که اینا سه تا هستن در حقیقت بنیاد دموکراتیکی، قوه قضاییه هست و در واقع قوه مجریه هست و قوه مقننه. اینا هیچ کدام در کار یکدیگر دخالت نمی کنن. این پله اول هست. پله دوم این هست که اینها مواظب هم هستن. این داستان چکس اند بالانسز که مشهور هست در دموکراسی، که البته غیر از مونتسکیو متفکران دیگر بودن مثل لاک که اینها بنیاد دموکراسی و لیبرالیسم رو ریختن و این کشور در واقع اون بنیانگذاران این مملکت هر یک فیلسوف سیاسی بوده که برجسته ترین اینها احتمالاً جفرسون بوده. اینا دانایان تاریخ بودن، از کوروش خیلی ایده گرفتن و از این سیاستمداران فیلسوف اروپایی بسیار اینها عرض میکنم که استفاده کردن. گفتن نخستین حکومت علمی جهان رو ما میخواییم بنیاد کنیم و سنا رو پیشنهاد کردن و لوور هاوس 435 نفر نماینده در یکیش هست و 100 نفر در دیگه، یعنی در سنا 100 سناتور داریم، در هر ایالتی 2 سناتور و وظیفه سنا قانونگذاری است، بستن قراردادهای بزرگ با کشورهای دیگر، عرض میکنن تدوین بودجه و بر سر کار گذاشتن، یعنی تأیید کسانی که رئیس جمهور معرفی میکند. یکی میخواد وزیر کشاورزی بشه، یکی میخواد وزیر نمیدونم دفاع بشه، اینها همه بایستی در پیشگاه قانوندانان و قانونگذاران اونجا تأیید بشن. اگر نشوند اون مشاکل رو به اینها نمیدن. و در ضمن یکی از وظایف اینها این است که پیشنهادهای رئیس جمهور رو بررسی کنه و قانونگذاری کنه. رئیس جمهور میتواند وتو بکند، اما اگر 2/3 قانونگذاران اینها مخالف باشن با رئیس جمهور میتونن اوورراید بکنن و اون قانون رو تصویب بکنن. این نیست که یک سر قدرت. اما یک پدیده داریم، حالا وظیفه لوور هاوس چی هست؟ اینها میتوانند رئیس جمهور رو ایمپیچ بکنن، محاکمه بکنن. در تاریخ آمریکا 2 نفر بیشتر ایمپیچ نشد. یکی اندرو جکسون بوده که عکسش روی 20 دلاری است، یکی هم بیل کلینتون بوده، اما هیچ کدوم از اینها به خاطر محکوم نشدن به وجهی که او رو بیرون بکنن. آقای نیکسون هم بود البته، اما اون به ایمپیچ نرسید. گفتن یا استعفا میدی یا ایمپیچ میشی، اونم استعفا کرد رفت. باری این اگزیکیتیو پاور زمانی است که مخالفت بکنن با رئیس جمهور و اون از قدرت رئیس جمهوریش برای بعض کارها استفاده بکنن. یکی از اینها در واقع دادن ویزا به 6 میلیون نفر هست، 6 میلیون نفر خارجی که اینجا هستن که این معلوم نیست که سرنوشتش چه میشود. یکی از اینها که قانون هم شده همین اوباما کیر هست، میگوین 20 تا 30 میلیون نفر بیمه شدن و این آقای ترامپ میخواهد که این هم ریپیل بکنه. و چون اکثریت سنا هم و لوور هاوس با این ریپابلیکن ها هست، اینا میتونن هر کاری دلشون خواهن بکنن. در واقع بوی یک نوع استبداد داره اینجا میاد، در اقلیت هستن. از سوی دیگر البته
یا آدمای مثل سندرز هم هستن در واقع که یک نیروی بزرگ در مقابل افزون طلبی آقای ترامپ خواهد بود و خود ایشون میگه ما مردم آماده کردیم که اگر بخواهن بدون این که یک جانشینی عرضه بکنن به سنا برای بیمه برای مردم فقیر در واقع ما مردم رو بکشیم به خیابون ها به اعتراض. این است که رپابلیکن ها پیشا پیش چند تا قانون رو پیشنویسی کردن، یکیش دیوار کشی که از اون کارهای واقعا هولناک و عقب افتاده است که شما بیایی مملکتی رو 1,000,000 کیلومتر مربع خاکش رو بگیری و مردمش برای کار بیان اینجا و شما الان دیوارم بکشی. این یکی از اون کارهاست. پوپ یه حرف خوبی زد، گفت خردمندان پل میسازن، سفها دیوار میکشن. باری وضعیت خیلی خیلی عرض میکنم که دلهره آور شده برای بسیاری در این مملکت و هیچ معلوم نیست که چه بشه. آقای ترامپ هم یه مش بیلیونر آورده دور خودش جمع کرده و اینها رو به عنوان وزرای کابینش روز 20 هم رسما قدرت به آقای ترامپ داده می شود و آقای اوباما هم خداحافظی میکند، البته مثل رؤسای دیگر. خوشا به حال خودمون که ماشاءالله هر کی چماق به دست گرفت تا نمیره ول نمیکنه، وقتی هم میمیره از مردش میترسیم. بله آقای اوباما هنوز جوان پر از انرژی و انسان بزرگی است این آقای اوباما، علی رغم همه اون ضعف هایی که او اونها منتصب هست مثل داستان سوریه و ایران، اما آدم بزرگی است. سخنرانی کردی که از سخنرانی های تاریخی بود و در اونجا روح بزرگ اوباما و در واقع عواطف رقیق انسانیش رو به منصه ظهور گذاشت و یکی از در واقع رؤسای جمهوری است که در تاریخ این کشور خیلی مدارج بالا داره و 93% در واقع اون سخنرانی رو سخنرانی فوق‌العاده‌ای دانستن. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید و با سپاس از سپر و دوست گرامی من که اینجا نشستن و شما نازنینان که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.